دوستان سلام، بینندگان خوب برنامه های پرشین فارس در برنامه دیگر هستیم. مسروره هستم و امیدوارم که همتون خوب باشید. میریم سراغ هنرمند. یه هنرمندی که از یه تیکه چوب یا از یه تیکه سنگ هنری رو می آفرینه که ارزشمنده و گاهی چشم آدم خیره میشه و نمیتونه ازش نگاهش رو برداره. هنرمندی که میتونه با یه مقدار رنگ، با یه قلمو و با یه بوم و اندیشه خودش هنری رو خلق کنه، تابلوی رو بکشه که محو دیدارش میشه. بله، ما این بار با هنرمند نقاش و پیکرتراش و مجسمه ساز هستیم، جناب مسلم سعید که پژوهشگر هنرهای بدوی و بومی هستند و همینطور هنرمند هنرهای تجسمی در زمینه نقاشی و مجسمه سازی. بریم سراغشون و حال احوالشون رو بپرسیم. جناب سعید، خوش اومدید به برنامه‌مون و ممنون که دعوت من رو پذیرفتید. سلام، منم خیلی خوشحالم از این گفتگو و باعث خوشحالی من هست که دوباره خدمت شما هستم و این یه افتخار واسه من. سلامت باشید و باید بگم که ما برنامه دیگر رو با آقای جناب سعید داشتیم و در اون برنامه کمی از خودشون و کاراشون پرسیدیم، اما اون برنامه شامل دو بخش بود و این برنامه کاملا از اون جدا هست. به همین جهت فکر میکنم شاید شما برنامه قبلی رو ندیده باشید و از این رو میریم سراغ این که ازشون بپرسیم. خب جناب سعید، شما کجایی هستید؟ کجا به دنیا آمدید؟ کجا بزرگ شدید؟ از خودتون برامون بگید تا بیننده هامون با شما بیشتر آشنا بشن. من متولد کرمان هستم و کرمان بزرگ شدم و تحصیلاتم رو در رشته هنرهای تجسمی از کشور قبرس گرفتم و فعالیت هنریم هم در زمینه نقاشی، مجسمه سازی، هنرهای محیطی و هنر اجتماعی هست و کار هنری زیادی انجام میدیم توی زمینه هنرهای تجسمی، ولی خب تخصصم بیشتر توی نقاشی و مجسمه سازیه و هنر معاصر. خب من میدونم شما میدونید و خیلی های دیگه، خیلی خانواده های ایرانی معمولا دلشون میخواد که بچه هاشون دکتر بشن، مهندس بشن، حقوقدان بشن، وکیل بشن. خانواده شما با شما چطور برخورد کردن وقتی دیدن شما اینقدر علاقه و عشق به این کارهای هنری دارید؟ من خب توی تقریبا یه خانواده هنر دوست یا حالا هنرمند بزرگ شدم، چون بابا بزرگم طراح قالی بود و مامان و بابام هم قالی باف بودن. من داداشم معماری میخوند و من چون حالا قالی بافی هم بلد بودم، داداشم کلاس طراحی میرفت، یعنی استاد طراحی داشتن و یه روز از منم خواست که بیام همراهشون اونجا تو این کلاس طراحی. یه دار قالی بود که من شروع کنم به بافتن و تموم بشه و ما رفتیم اونجا شروع کردیم به قالی بافتن و هنوزم که هنوزه تموم نشده بعد از 20 سال. و اونجا من دیگه شیفته طراحی و نقاشی شدم و از همونجا استارت کردم. سوا چی داشتی؟ عجب دست بعدش. آره دیگه. و یه کانون بود، کانون دانش آموزی بود که مرحوم استاد امام که از استادای بنده هستن، استاد داداش من بودن، اونجا کلاس نقاشی داشتم و خود این کلاس نقاشی کلاس حجم سازی هم بود و یه دار قالی هم بود که قرار بود من اینو ببافم تموم بشه و نشد. و دیگه از همونجا طراحی نقاشی رو در سن فکر کنم 16 سالگی بود
16 یا 15 اینا که دیگه من به سمت طراحی و نقاشی کشیده شدم. از اونجا بود که من دیگه وارد یعنی به صورت حرفه‌ای توی زمین نقاشی و طراحی شروع به کار کردم. شما هم مجسمه سازی هم نقاش هستید. معمولا هم همینطوره. وقتی تاریخ هنر رو هنرهای تجسمی رو ما ورق میزنیم میبینیم اکثر هنرمندا هر دوش رو با هم دارن. هنرمندای بسیار بزرگ این دو رو در کنار هم پیش بردن. اما بذارید من یه سوال ازتون بکنم. اگه شما مجبور بودید بین مجسمه سازی و نقاشی یکیش رو انتخاب کنید، کدوم رو انتخاب میکرد؟ مجسمه رو انتخاب میکردم چون هم نقاشیه هم میتونم لمسش کنم، هم حجم داره. یعنی میتونم این حتی مثلا وقتی یه مجسمه میسازیم دیگه هست، اون نقاشی هم میتونه داخلش باشه، اون حجم ها که قابل لمسه ارتباط قوی تری رو میتونم باش داشته باشه. پس در واقع هر دو در یکی هست. بله، دو هنر در یک هنر. خب باشه، و میریم سراغ این که نقاشی رو از کی گفتید که به طور رسمی شروع کردید؟ گفتید که از نوجوانی در حال نقاشی کردن بودید، ولی اینکه به طور رسمی این کار رو انجام بدید به عنوان یه فردی که اون دانش، اون تکنیکای لازم برای نقاشی کردن رو داره و حالا به عبارتی پروفشنال شده و تحصیلات آکادمیک داره، شما از کی شروع کرد؟ من از وقتی که دیگه وارد هنرستان شدم به صورت خیلی حرفه‌ای شروع به کار کردم. با مطالعه‌ای که من در نقاشی‌های امپرسیونیسم داشتم، علی خصوص ون گوگ، شیفته ایشون خیلی شده بودم، دیگه مدام مثلا میرسید به روزی تقریبا 12 ساعت من طراحی میکردم. شب به شوخ این میخوابیدم که زود صبح بشه من بتونم برم تو خیابون و شروع به طراحی کردن بکنم. تقریبا از وقتی که وارد هنرستان شدم اینو به صورت جدی و حرفه‌ای ادامه دادم. و این یعنی عشق، و این یعنی عشق لذت بردن از کاری. خب نقاشی های شما وقتی که برمیگردید به ابتدای کارتون و اونها رو نگاه میکنید چه حسی بهتون دست میده؟ الان خیلی کم نقاشی میکشم نسبت به 15 سال پیش یا مثلا 10 سال پیش، الان کمتر شده. وقتی الان کارهای قدیمی رو میبینم به خود شما اون عشق رو داخلش میبینم، چون خیلی پر انرژی، پر نشاط، دیوونه وار کار میکردم. الان خیلی حساب شده میام کار میکنم. یعنی اگر نقاشی بکشم اون سرمستیه هست موقع کار کردن، ولی خیلی حساب شده هست. اون موقع چجوری بهتون بگم، توضیح بدم، همون حالت دیوونه واری بود. قلم میزدم نمیدونم بیان بدون این که حالا این جایی بخواد ارائه بشه، کسی بخواد یه چیزی بگه، اصلا برام هیچ اهمیتی نداشت حرف دیگرون مثلا این چی کشیده یا این چی نکشیده، این چرا این شکلیه، چرا اونجوریه. الان محتاط‌تر شدم نسبت بهش، ولی خب کار قبلیمو خیلی بیشتر دوست داشتم. بله بسیار خوب باشه. دوست دارید چند تا از کارهای قبلیتون رو و یا جدیدتون رو، نمیدونم، اینطور که شما گفتید چند سالی هستش که به شکل پراکنده ولی مستدام کار نمی کنید و بیشتر وقتتون رو برای مجسمه سازی گذاشتید، فکر میکنم بد نباشه بریم چند تا از کارهای نقاشی شما رو ببینیم. شما یه صحبتی برامون داشته باشید که سبک نقاشیتون چی هست؟ من چون از اونجایی که خیلی شیفته امپرسیونیسم بودم، معمولا به سبک امپرسیونیست کار میکردم، ولی سعی میکردم همیشه قلم و دستخط خودم رو داشته باشم. یعنی تحت الهام میگرفتم، مطالعه میکردم، ولی اون دستخط خودم رو همیشه حفظ کردم. بله. یعنی جوری بوده که اگر کسی نقاشی هامو میدید
متوجه بشه که این کار سعیده. آها، یعنی نقاشی شما شناسنامه شما بود و انگار امضا داشتش. خب این بله. اولین نقاشیه که شما برای من فرستادید، این نقاشی رو روی ذهنیت خاصی کشیدید یا فقط خواستید که بکشید از یه مدل، از کسی که به هر حال اینجا هست و کاملا مرسوم هست که وقتی نقاشا برای تمرین میرن یه مدل هست که به همین شکل میشینه یا به شکل‌های مختلف و نقاشه از روی شکل بدنش نقاشی میکشن. در مورد این نقاشی میخواید توضیحی بدید که این زنده بوده مدل یا اینکه نه از فکر خودتون الهام گرفتید؟ این نه، مدل زنده نبوده، از فکر خودم بوده کشیدم. و اینجور این کار مال وقتی که من دانشجو بودم قبرس، یعنی ترمای آخر بودم، اینو اونجا کشیدم و تو اون حال هوا بود و اینجور کارا رو میکشیدم و میفروختم اینا رو معمولا این کارا رو برای فروش میکشیدم و خوبم فروخته میشد. بله بله، به نظر میرسه که بازار خیلی خوبی باید داشته باشه. خب میریم سراغ نقاشی بعدی شما. اینجا 4 نقاشی رو در کنار هم در قاب قرار دادید، لازم میدونید که در موردشون صحبت کنید؟ آره، اینا هم یه مجموعه بود که من سعی میکردم تضاد رنگی رو توی این آثار به وجود بیارم و همه این تقریبا توی ابعاد بودن. وقتی کنار هم چیدمان میشدن یه مجموعه خیلی خوب و چشنوازی رو تشکیل میداد. و این کارا رو، اینجور کارا هم باز اینا همینجور الهام از ذهن خودم بود و این مجموعه رو خیلی دوست دارم و هنوز ادامهش میدم. چون اینا وقتی که به تعداد زیاد کنار هم چیدمان میشه و اون شدت و تضاد رنگی که تو این آثار هست چشنوازه و مخاطب رو جذب میکنه. و از هر نقاشی شما چند تا دونه میکشید؟ یعنی وقتی فرضاً از اون مدل کشیدید چند تا کشیدید؟ فقط یکی در یک نسخه هست یا نه تعدادش؟ اگر برای مطالعه باشه در نسخه های زیادی هست. مثلا فرض کنید بخوام مطالعه روی فرمش بکنم یا روی نور به انجام سایه هایی رو انجام بدم، معمولا چند نسخه رو میکشم برای مطالعه و یادگیری خودم. در غیر این صورت نه، نسخه های اگر برای سفارش باشه تنها یک نسخه است و نسخه دیگری نیست. خب این نقاشی بعدی شما هستش؟ این نقاشی، آره، اینو از یه عکس سیاه‌سفید من کشیدم که بچه بودن و من این عکس رو یادم نمیاد کجا دیدم، ولی فقط میدونم عکس و اون تعجبه که بچه رو داشت من رو جذب کرد و سعی کردم اینم تو نقاشی نشون بدم. اون مبهوت بودنش، اون متعجب بودنش خیلی برام دلنشین بود و اینو سعی کردم با حالا با اون رنگا و طیف رنگی به این یه اون ساختاری که میخوام برسم و به نظرم کار خیلی خوبی هم شده. از این کار خیلی راضیم و دوستش دارم. بله، 3 تصویر هست که 2 کاملا بهت و حیرت رو در چهرهشون میشدید، اما یکی در که در پشت قرار گرفته و دست راست، حالا به عبارتی دست چپ دست راست نمیدونم کدوم یکیشو باید بگم، دست راست تصویر هست، اون بهت نداره بلکه یه حالت نشمات درونی رو توش میشه ببینیم. آره، این خب من حالا جلوتر توضیح میدم توی مجسمه ها که همیشه یه ابهامو میذارم برای مخاطب که اون مفهومی رو که دوست داره از اثر خودش بگیره تفسیر کنه. مثلا بگه به این دلایل ممکنه این طرف بهت زده نباشه، ولی چرا این دوتا بهت زده. همیشه ذهنش درگیری رو به وجود بیاره و سوالا و چراهایی رو تو ذهنش داشته باشه. در واقع یه چالش هم برای بینندگان درست. دقیقاً. آره، این نفر به نظر من احساس میکنم یه آرامش درونی داره. ولی خب بقول شما هر کسی ممکنه که، بقول مولانا، هر کسی از زن خود شد یاره من. و از هر کدومش یک حالتی به ذهنش میرسه.
و نقاشی بعدی این یه کار میکس میدیا است. این توی دوره آشفتگی که من بودم این کار رو حساب ارائه دادم و ترفیقی از یه عکسی نقاشی کوچیک از ون گوگ هست که اون گوشه بالای سمت چپ تقریبا و رنگ های رو گذاشتم کنار هم، اون تضاد رنگی سبز زرد قرمز و یه فیگور سیم مفتولی هست وسط تابلو و یه دونه دلار هست و ایموجی های خنده ای رو من تو این کار کردم. یک کار پرمشغله ایه، یک کار روزمره یک انسانه که اون مشغله ها رو، اون دغدغه ها رو داره و گوش چشمی به هنر داره، گوش چشمی به آدما داره. این توی دوره آشفتگی خودم بود و این کار رو خلق کردم. منظورتون از دوره آشفتگی چیه؟ آشفتگی کاری بودش یا آشفتگی ذهنی بودش یا آشفتگی در زندگی بودش؟ تقریبا توی دوره، خب هر انسان فکر کنم این اتفاق براش میفته، توی ذهنش یه مشغله هایی داره، این کار انجام بدیم، بریم دنبال این کار، این راهو بریم، خیلی پیچ و خمها و یا راه های جلوشه که نمیتونه کدوم انتخاب بکنه و این مشغله ذهنی بود تقریبا. بله. و نقاشی بعدیتون، اینم فکر کنم باز قبرس کشیده شده. نه، این ایران کشیدم. این یک اثر از البته این بگراند پشتش هست که خانوما هستن. این از عکسی از یه هنرمند، حالا اسمشو نمیدونم ولی داستانشو میدونم. داستانش توی اون گروگانگیری بود توی روسیه، یه گروگانگیری خیلی معروف بود توی روسیه که بعد فکر کنم پوتین گفت به حساب اون باج رو ندن به اون گروگانگیرا که خیلی سر و صدا به پا کرد. این مربوط، این عکس برگران پشت مربوط به اون دوره است، یعنی یه عکاس این صحنه رو عکاسی کرده بود که خانوما انتظار داشتن و من این فیگور برهنه یک خانمی رو روی مبلم داده رو، من اینو با ذهنی اومدم کشیدم. بعد اسمش هم گذاشتم به حساب زن تنها. بله. زنها و اینا. حالا یکی میخواستم به حساب این مفهوم رو برسونم، در هر صورت یک خانم میتونه تنها باشه، حالا چه اقوامش گروگان گرفته باشه و چه تو خونه لم داده باشه و کتاب داره میخونه. اون حس رو من دوست داشتم تو این اثر به وجود بیاره. خب و نقاشی بعدی شما. این اصل کاره، این باید حکایت خاصی داشته باشه. آره، این همون بک‌گراندی که پشت اون خانمه بود، این دقیقا عکس اونه که من رو اینو نقاشی کشیدم. بله و خیلی به نظرم من یه دوره بود از دقیقا اون اینو نقاشیم سال 2011 کشیدم. من از فیلم ها زیاد طراحی میکنم و از عکس ها، مخصوصا فیلم های نیکولاس ری، نورسایه هایی رو که داشت خیلی برام جذاب و خوب بود که من از روی اینا کار بکنم و این مربوط این هم مربوط میشه به همون دوره، چون من از رو عکس های فیلم ها و یا عکاسی های خیلی معروف میکشیدم و این نقاشم باز همون داستان گروگانگیریه و دوست داشتم اینو به تصویر بکشم و بعد به نقاشیش بکنم. مال همون دوره است. از چهره ها این استنباط میشه که یه جوری دارن انتظار میکشن. همون انتظاره. آره. بله. این مربوط میشه آره به داستان گروگانگیری روسیه و اینا در حال انتظارن که اون اقوامشون، حالا هر کسایی که گروگان گرفته شدن، آزاد بشن و در انتظارن. انتظار و نگرانی هر دوش رو با هم میتونید شما توی این چهره ها حس. تفسیرهای زیادی رو میشه از این تابلو گرفت، حالا اون بچهه و اون عروسکی که دستشه، از لحاظ ترکیب بندی ساختار این کمپوزیسیونی رو که توی این اثر هست
جای صحبت زیاد داره و اون رنگ ها و اون خاکستری ها، بنفش ها، آبی های خونسایی که هست. این کار رو خیلی دوست دارم و جز کالکشن خصوصیمه. و از این اثر که گفتین یه اثر رو چند نسخه میکشید، آیا من تقریبا این پنجمی نسخه هست که از این اثر میکشم؟ پنج نسخه از این اثر دارم. و وقتی پنج نسخه میکشید، آیا در اونها تغییرات خاصی رو ایجاد میکنید یا نه همه به یه شکل انگار کپی وار تکرار میشه؟ ناخودآگاه تغییر ایجاد میشه، ناخودآگاه تغییر ایجاد میشه توی ترکیب بندیش، توی قلم زدن، توی حس نقاشی، توی حس اون چهره ها. ناخودآگاه اگر این پنج تا رو من مثلا عکس بگیرم بذارم کنار هم، حتی مخاطبم که نگاه میکنه اون تغییرات رو میتونه تقریبا سیر تکاملش رو ببینه، ولی حالت چهره همونه، حالت هم حفظ میشه، حالت ها حتی ممکنه عمیق‌تر بشه. بله. خب نقاشی بعدی؟ این از روی مدل زنده هست که من کار کردم، مال سال 2009 و همینطور که می‌بینید اون هیجان و نشاط رو توی این اثر، یعنی اون قلم زدن رو میتونیم حس کنیم، ولی اون حس غمزدگی اون مدل هم تقریبا میشه حس کرد توش. بله. و باز این کارم هر وقت اینا رو میبینم انرژی میگیرم که باز دوباره همینجوری نقاشی دوباره. بله، هر کدومش زمانی رو بر خودش میطلبه. شاید که الان که جوان هستید و پر انرژی بیشتر به پیکر تراشی مشغول باشید، بعد انشالله 60 سال دیگه وقتی که به کمی و اون نیروی جوانی نباشه اون وقت بکشید به طرف نقاشی. و تصویر بعدی، اینم باز از روی مدل زنده است و تحت تأثیر کارهای نقاش بزرگ فرانسوی به نام پل سزان بودم و دوست داشتم اون ترکیب پل سزان و رنوار و دوست داشتم اون حس و حال اون دوره امپرسیونیسم و قرن 19 هم توی اثر باشه و من به شدت تحت تأثیر نقاشی های قرن 19 هم فرانسه بودم و این توی آثار کمی مشخصه. خب نقاشی بعدی، اینجا سبک عوض شده اصلا. آره آره. و من شروع کردم به صورت آنالیز کار کردن روی اثر و طراحی ها و اینم از کارهای براک و پیکاسو من باز اینجا الهام گرفتم و سعی کردم با همون رنگ ها و قلم خودم اون آنالیزا رو توی کارم به وجود بیارم و حتی اینجور کارا توی مجسمم خیلی کمکم کرد و اینجور آنالیزا رو من هنوز ادامه میدم. چون بود رو شما توی این نقاشی حس میکنید تا اندازی. و نقاشی بعدی شما، اینم سبکش کاملا، اینم دقیقا آره میرسه به همون هندسی هایی که هست و مطالعاتی که من روی آثار پیکاسو و براک داشتم و تأثیراتی که از اینا گرفتم و توی کارم به وضوح مشخصه. و کدوم سبک طرفدار بیشتری داره؟ کدوم خواهانی بیشتری داره؟ این سبک مدرن و به اصطلاح کوبیسم یا سبک قبلی و کلاسیک؟ برای یک هنرمند که مسلمان خب به هیچ فرقی نداره، ولی برای عموم خب مردم بیشتر کلاسیک رو بیشتر میپسندن، کارهای رئال رو بیشتر میپسندن، ولی خب برای هنرمند، خب به هنرمند مطالعه میکنه روی تمام سبک ها، روی تمام نقاش ها الهام میگیره و تا بتونه کار خودش رو اونجور که میخواد پیش ببره. برای هنرمند زیاد مهم نیست که به حساب حالا این سبک یا اون سبک. ما مثلا پیکاسو رو که اگر کاراشو مطالعه بکنیم
توی سن 13 سالگی مثلا مثل نقاش های بزرگ طراحی و نقاشی میکرد و توی سن 90 سالگی مثل یک کودک طراحی و نقاشی میکرد. یعنی ما کارهای تقریبا از سن 50 یا 40 سال به بعدش ببینیم، هم فکر میکنیم یه بچه 8 ساله مثلا نقاشی کشیده، چون پیکاسو اعتقاد داشت اگر ما بتوانیم مثل یک بچه نقاشی بکشیم آزادانه و رها، اون وقت میتونیم بگیم ما یک نقاش خوب هستیم و یه هنرمند هستیم. بله، و بفرمایید در مورد این. اینم که خب یک کار همون تحت تاثیر کارهای سزان و پیکاسو است و من چیدمانایی رو انجام میدادم با میوه، بطری و اشیا، طبیعت‌های بیجان، حالا شاید جلوتر بریم، و همینجور رو همینا مطالعه و آنالیز میکردم و این کارا رو به وجود اومد. اینم با یه چیدمان بود که من توی دوره خیلی چیدمان میکردم طبیعت بیجان و شروع به نقاشی و آنالیز میکردم رنگ ها رو، فرم ها رو و اون هندسی ها. و اینجا به نظر من هر کسی میتونه در این نقاشی چیزای خیالی رو ببافه و فکر کنه این بخش شبیه این هست، این بخش شبیه این هستش. تصورات آدمی در دیدن این تصویر میتونه متعدد و متفاوت باشه. برگشت به سبک نوریز. خب آره، این چیدمانایی بود که من گفتم انجام میدادم و میکشیدم. اینم تقریبا جزء همون چیدمانا است که من روی ترکیب بندی کار میکردم، روی کمپوزیسیون کار و اثر. یه گوشه از اتاقمو اختصاص داده بودم به اینجور چیدمانها، میوه ها رو میگذاشتم، بطری ها رو میگذاشتم و مطالعه میکردم روی ترکیب بندی و رنگ و فرم و اینا، که نتیجهش به اون آنالیزای کوبیسمی رسید. آها. پس این دوران قبل از کوبیسم بوده. بله. و خب اینم بله، اینم مال تقریبا همون دوره است. بله بله. چیدمان هاست. بله. اینم مال همون دوره. دقیقاً آره، می‌خواستم هم بگم یه دوره هم تحت تاثیر ونگوک که بودم، میرفتن توی طبیعت و همین مثل ونگوک دیوونه وار از طبیعت نقاشی میکشیدن. آره بله. اینم باغ شازده ماهانه که من از یه دید متفاوت از دید بالا داشتم یه ترکیب بندی خاص ایجاد کنم. بله. اینم باز باغ شازده ماهانه که همون دوره بود که من تو طبیعت مطالعه میکردم روی رنگ و ترکیب بندی. این هم یه طبیعت از بافت طلوعه. بله. هم باز همون مطالعه های اون دوره است. اینجا هم کیشه، خیلی دوست داشتم تو گرما سوزان کار کنم و اون حرارت و گرمای رنگا رو حس کنم و یه دوره رفتم کیش و شروع کردم اونجا نقاشی کردم. خب این محصل سفرتون به کیش هست. بله بله. اینا هم سلف پورتره هایی که از خودم هستم. بله، حس زدم اومدم بگم که حس میشه شمایی از خود شما داره. این هم مال همون دوره اول هنرستانمه، شاید سن نمیدونم 18 یا 19 سالگی این باشه. بله. این هم باز از همون سلف پورتره های همون دوره است. و تمام شد، رفتیم نقاشی های شما رو کامل دیدیم. بسیار زیباست، توی سبک‌های مختلف شما نقاشی کردید و خب این هنر شما و هنرمندی شما رو میرسونه. ولی حیفه نقاشی و این هنر من فکر میکنم از شما گله‌مند بشه که چرا مثل گذشته بهش نمیپردازید. و خب میریم سراغ بخش دیگری از هنر شما که هنر مجسمه سازی هست، هنری که از یک تیکه سنگ، چوب یا فلز، آلومینیوم و بقیه فلزات شما مجسمه ای رو میتراشید که دیدنی میشه اون وقتی که افراد میشینن و تماشاش میکنن. وقتی یه تیکه سنگ
خام رو کسی ببینه، من بعید میدونم که بیاد نگاه کنه، وایسه در کنارش و تصور خاصی از اون سنگ پیدا کنه. ولی وقتی که این سنگ به دست پیکر تراش و به دست هنرمند تراشیده بشه، شکل داده بهش، اون وقته که مردم رو میخکوب میکنه و به شکلی مجبورشون میکنه که اون اثر مجبورشون میکنه که راحت از کنارش نگذرن و اون اثر رو با درستی تماشا کنن. خب دوست دارید که در مورد مجسمه هاتون هم ما نشون بدیم؟ بله چرا که نه. خب پس شما در مورد سبکی که در مجسمه ها به کار میبرید لطف کنید صحبتی داشته باشید. ما تو مجسمه معمولا سبک خاصی رو نداریم، بیشتر جنبشی که داریم. من مجسمه سازی رو با مجموعه ای رو شروع کردم، یعنی خب جدا از اون که کارهای تمریری به کنار، حالا یه مطالعه داشتیم، با مجموعه شاخ‌ها من مجسمه رو شروع کردم با فرم شاخ. همونطور که میدونیم ما در ایران شاخ فلسفه‌های زیادی رو داره، نماد قدرت، نماد شجاعت، و من شیفتی فرم شاخ شدم و شروع کردم فرم شاخ و از دل سنگ آوردم بیرون و شروع کردم به تراشیدن و حالا از اونجا استارت حرفه‌ای مجسمه من شروع شد. و خب حالا بپرد جدا از اون که کارهای پورتره به کنارش انجام میدادم و مطالعاتی رو که داشتم و کنارش انجام میدادم، این عکسی رو که گذاشتین الان، خب این جزء مجموعه های اواخر من هست، یعنی مال همین چند ماه پیشه و که با چیدمان همراهه، یعنی اینستالیشن آرت و مجسمه سازی، که این دو با هم تلفیق شده و چیدمان شده و مفهوم های بسیار زیادی رو دنبال خودش داره. مثلا اگه ما دقت کنیم، من قبل‌تر که گفتم حالا تو مجسمه توضیحش میدم، یه هنرمند وقتی که یک اثر رو میسازه ممکنه یک مفهوم تو ذهنش داشته باشه، ولی وقتی که ارائه داده میشه هزاران مفهوم ممکنه دنبال روی خودش داشته باشه. حالا من مثلا بخوام این اثر رو تفسیر کنم که بگم این ایدهش چیه، حالا مثلا به کجا میخواد خط بشه، ما مثلا اگر بخوایم یه تفسیر برای این داشته باشیم، ما اگر نگاه کنیم میبینیم پله رنگش طلاییه و یک سردیس از دل سنگ بیرون اومده. خب این میتونه اون پله ها نماد ترقی بودن ما باشه و نتیجهش این باشه که ما از دل سختی ها شکوفا شدیم. و یک مخاطب ممکنه بیا یه برداشت دیگه از این اثر کنه. و این آثار من هم تو که گفتم با چیدمان همراهه و چیدمان توی هنر معاصر امروزی خیلی مهمه، جز هنرهای که اکثر هنرمندا علاقه زیادی به این هنر نشون میدن و اینا هم دیجیتاله و اگر بتوانیم یک اسپانسر یا مثلا از یه ارگان و یا شهرداری ها سفارش بگیریم، این آثار میتونه ساخته بشه و در معرض دید و عموم قرار بگیره. بله، اینم باز یه طرح و ایده‌ایه که من برای کودکان جنگ ارائه دادم و زدم. همینطور که میبینید ما آثار گلوره رو توی این خودش یه خمپاره است، خمپاره به جامانه، و آثار گلوره رو ما مشاهده میکنیم در نقاط مختلف این اثر و بک‌گراند پشتش که اگر دقت بکنی و جایی که نصب که شده مربوط میشه به خاورمیانه و کودکان جنگ‌زده که توی مناطق هستن. و این مجسمه ساخته شده و در محلی نصب شده یا اینکه باز نه اینا از طرح‌های دیجیتالیه. بله.
بله و همینطور این سنگ که یه مجسم فرم، من الان این فرم، این پلتفرم توی آثار من هست، این فرم منحنی، حالا جلوتر بریم کاملا دیده میشه، اینم جزء مجسمه‌های دیجیتاله و یک پای مشکی رنگ از دل اون سنگه زده بیرون. و باز اینم فلسفه ها و مفهوم های بسیار زیادی رو میتونه دنبال روی خودش داشته باشه. بله امیدوارم این جزء دیجیتال نباشه. این به نظر میاد این... که واقعی واقعی هست. این از مجسمه های از مجموعه سنگ های جزیره است با همون فرم های بدوی و بومی، جز اون ساختار و اون پلتفرم قرار میگیره. من این کارا رو خیلی دوست دارم. حالا جلوتر که بریم برسیم به اون عکسی که من میخوام، من توضیح بیشتری در مورد این آثار. و این از جنسش از همون سنگ های خود جزیره جزیر است. بله. اینم جزء همون آثار دیجیتاله و اون پلتفرم اصلی رو داره، اون فرمی رو که من مهد نظرمه. آره حالا میتونیم بریم عکس‌های بعدی و جزء مجسمه های این اثر مربوط میشه به مجموعه ویکاپ و که در خانه هنرمندان اصفهان به نمایش اومد و آثارش همونطور که یعنی بیدار شو، همه آثار چشماشون بستیه و یک جور زخم در این آثار هست. حالا ما جلوتر بریم آثار رو مشاهده میکنیم. من حس میکنم به حالتی که با اینکه چشمش بسته است ولی داره عشق میریزه، درسته؟ این حفره هایی که توی سنگ بوده و من همیشه سنگایی رو انتخاب میکنم که اکثر مجسمه سازا میان سنگای چارتراش خوشگل مکعبی شکل انتخاب میکنن که این مجسمه رو از که دوست دارن از توش بتراشن، ولی من سنگایی رو انتخاب میکنن که ساختار نامنظم داره و اتفاقهایی که درون سنگ هست و با اثر همخوانی و هماهنگی میکنم، ایجاد به هماهنگی بینشون ایجاد میکنم که جزئی از اثر بشه. یعنی سعی میکنم از اون حفره هایی که درون سنگ هست یا اون خوردگی که از سنگ هست با اثر تلفیق ایجاد کنم و مفهومی رو به وجود بیاره. این که میگیم به صورت اشکه دقیقا همینه، یه حفره است که جای خوب قرار گرفته و مفهومی رو به اثر بخشیده. و این سنگ مرمره درسته؟ این مرمر صورتی از سنگ از معادن کرمانه. بله. و اینم همینطور که میبینی یه سنگ نامنظم بوده و یه چهره از دلش با چشمان بسته و اون بخت و غمزده در انتظار بیدار شدن حالا یا تولده که همونطور که میبینی. آره اینم سنگ مرمره ولی صاب نخورد. بله ما متاسفانه صدای بله صدای شما رو برای چند لحظه نداشتم. من ممکنه که دوباره تکرار بفرمایید. بله اینم از همون مجموعه ویکاپ هست، از سنگ مرمر چینیه و میخایی رو من ترکیبی از سنگ و فلز و میخایی رو من در دل این سنگ روی لبای این مجسمه کار کردم. همونطور که باز میبینید که ساختار نامنظمی داره سنگ و یه چهره از دل این به بیرون اومده و چشمای مثلا این مجموعه کاملا چشمای همه بسته است و اسمش هم همون بود، بیدار شو. و آره عکس بعدی رو اجازه بدین. فرضاً شما برای خلق چنین اثری چند ماه چند ساعت شاید بگم بهتر باشه که زمان گذاشتی؟ خب تمرین‌های زیادی رو داشتم. مثلا اگه بخوام یه مجسمه تو این ابعاد، مثلا این ابعاد تقریبا 30x25 فکر کنم ابعادش، یعنی ارتفاعش فکر می‌کنم 40 باشه، تو این ابعاد بخواد
به تراشم تقریبا 2 روز یا 3 روز وقت میبره الان، ولی خب قبلا خب بیشتر وقت میبرد، الان تقریبا 2-3 روزه میتونم یک اثر رو به تراشم توی این ابعاد. این زمان کمتری که میفرمایید به دلیل اختراع ابزارالات هست؟ یعنی ابزارالات یه مقداری به شکلی شاید بگم بهتر به کار میاد یا مهارت خودشون؟ هر دو، هر دو. ما از ابزار ابزارهای استفاده میکنیم. خب مسلما اگر میکلانجم بود 100% استفاده میکرد برای سرعت بخشیدن به کار. به عنوان مثلا ما اگر بخوایم یه تیکه بزرگ رو جدا کنیم، با اون ابزار راحت برش میدیم و اون تیکه رو راحت جدا میکنیم، دیگه نیازی به صرف انرژی نیست که اون سنگ رو با قلم یا تیشه شروع کنیم خرد کردن. ابزارات آره تقریبا هم ابزار تأثیر داشته هم مهارت. بله. اینم از همون مجموعه ویکاپ هست، با سر رو به پایین و چشمانی بسته، از سنگ مرمر سبز توپی رایان کرمان. این از مجموعه سنگ های جزیره است در قشم. این آثار رو من این مجموعه شون الان صحبت در مورد این آثار زیاده، این نوع مجموعه من و خیلی هم دوستش دارم و هنوز کار میکنم این مجموعه رو. من سعی میکنم توی این مجموعه کاملا آزاد و رها باشم که بتونم اون فرمای بدوی رو توی اثر و اون حس بدوی بودن رو توی این آثار به وجود بیاره. همونطور ولی پلتفرم آثار من تقریبا مشخصه. اگه آثار رو نگاه کنیم از همون نامنظمه سنگ ها من دوباره استفاده کردم، یه قلب سنگ رو برداشتم و اون چهره رو توش به وجود آوردم. من توی منطقه های بومی که الان یکی از منطقه های هستم قشمم کار میکنم، ما هنر بومی قشم رو اگر نگاه بکنیم خیلی تزئینی و رنگ و برنگ، رنگ و رنگ میبینیم. اون برقه‌هایی رو میزنن، اون پوشاکی رو که میپوشن توی هنر اینا خیلی رنگ و رنگه. و چرا حالا توی این آثار من این نیست؟ من توی هنر بدوی بیشتر دنبال اون رفتار بدوی بودنم اون و سعی میکنم اون رفتار و اون حس که این مردم این مناطق دارن رو با فرم نشون بدن و زیاد درگیر تزییناتی که دارن و اون توی لباسشون ها نقوشی رو که دارن نشدن، بیشتر توی رفتار و منیکای چهرهشون که هست من وارد این موضوع شدم، وارد مفهوم بدوی بودن شدم بیشتر و اینو سعی کردم با فرم‌های ابتدایی نشون بدم از دل همون سنگ‌های جزیره که کاملا همخونی داره با اینو مجموعه که من کار میکنم، بسیار همخونی خیلی خوبی داره و این مجموعه رو من دارم کار میکنم و این مجموعه یک اثر نیست، یعنی من یک اثر به تنهایی جوابگوی چیزی رو که من میخوام نیست و اینا همه چیدمان میشه کنار هم، یعنی من باید یک از تقریبا 10 اثر 20 اثر کنار هم چیدمان بشه که اون حس رو بیشتر انتقال بده. ما اگر توی باستان هم که نگاه بکنیم یه جور اون قبیله بودنی که همه افراد دور هم جمع میشدن اون آیناشون رو برگزار میکردن و ما کاملا میبینیم و این مجسمه ها رو من سعی کردم کنار هم چیدمان بشن و یه جور آینی رو که میخوام برگزار کنم، یعنی اینا حتما باید کنار هم چیدمان بشه تا اون وحدتی که بین اینا هست به وجود بیا و مخاطب کاملا بتونه اون فضا رو و اون آینی رو که هست رو درک کنه. حالا از چهره این مجسمه های شما کاملا نشون میده که
بدوی هستش و ابتدایی هست. و اینو که دیدیم بله، اینم هم از همون مجموعه است دقیقا. اینا میگن که همینجور که گفتم باید کنار هم چیدمان بشه. حالا ما جلوتر بریم عکسایی رو احتمالاً آره داشته باشیم از بله. اینم باز هست. این مجسمه در موزه هنرهای معاصر نصبه و اسمش هست برده ها معاصر کرمان. بله. اینا چهار تا همجور که میبینین چهار قطعه سنگه و اینا سنگ پله بودن، سنگ پله هایی بودن که حالا اونجا رو مرمت کردن موزه صنعتی رو و این سنگ پله ها یه گوشه افتاده بود. من اونجا داخل موزه هنرهای معاصر کرمان کارگاه داشتم و من هر وقت که میرفتم کارگاه هم میگفتم این با این سنگا چه کار میتونم بکنم. یه چند ماهی ذهنم درگیر این بود، حالا از گوشه کنار جمعشون کردم گذاشتمشون یه گوشه تا بفهمم متوجه بشم که با این سنگا چه کار میکنم. تا یک روز این ایده خورد به ذهنم و این کار برده ها رو به وجود آوردم و این زنجیر بافته شده ایه که من دادم به یک آهنگر قدیمی، این زنجیر رو بافت برام، یعنی خودش یه آهنگر اینو درست کرد و اره ها و داس هایی رو من میبینی که نصب کردم به این مجسمه ها و اون و حتی اون فرم هایی رو که توی چهره ها هست و اون ساکن بودن بدن های اینا که یه توی چارچوب گیر کرده، اون چار تراشی که از این سنگ ها هست این پلتفرم رو نشون میده، این حس برده ها رو بتونه به خوبی انتقال بده به مخاطب. البته من دوست داشتم این آب با چار عنصر کامل درگیر بشه و اون شرایط رو نداشت. من اینا رو موقع نصب توی چاله کندم، حفره توی دل زمین به عمق مثلا 15 سانت یا 20 سانت و دوست داشتم اینا توی آب، یعنی توی این حفره ها توی آب نصب بشه و روی آب آتیش باشه که با اون چهار عنصر در ارتباط باشه، آب، خاک، باد و آتش، که این شرایط توی موزه نبود و اینا همینجور در دل زمین نصب شد. باد رو چطور نشون دادید؟ من المانی از باد حس نمی کنم. آیا نه باد خب اون فضا، اون هوایی که توی اون فضا بود درسته. بله، با چهار عنصر اصلی ترکیب بشه، ولی خب آب و باد خاک متاسفانه آتش رو و آب رو نشد ارائه داد. حالا به هر حال شاید در آینده این کار میسر بشه و خیلی حکایت شنیدنی پشت این مجسمه ها بود. جالب بود برای من که شما از پله هایی که دیگه به درد نمی خوره و شاید اگه شما این اثر هنری رو خلق نمی کردید این پله ها به شکلی فراموش می شد، شاید که برده می شد بیرون و دور ریخته می شد، ولی شما تونستید ازش یه اثر هنری بسازید که یه حکایت جالب پشتش هست، بسیار زیباست. این هم از همون مجموعه برای سنگ های جزیره است. بله، این هم جز به همون مجموعه است. خب این جایه همونطور که گفتم چیدمانی از مجسمه ها هست. بله بله دقیقا. این چیدمان رو من زیر آبهای خلیج فارس گذاشتم در قش و اونجا چیدمان کردم تا با همزیستی دریا و تأثیرات دریا و امواج بر فرایند فرم های اینا تأثیر بذاره و هنوز که هنوزه من اینو دارم روش کار میکنم و دوست دارم مجسمه هایی رو حالا توی ابعاد بزرگتر، توی ابعاد 3 متر 2 متر از همین فرم ها بسازم و زیر دریا قرار بدم و تأثیراتی که موج میذاره روی این فرم ها
اینا رو بیشتر بدوی‌تر میکنه و بیشتر ساده‌تر میکنه و زیبایی رو چندین برابر میکنه و چیدمانی رو که اینا کنار هم هست و من جوری رو این چیدمانا رو قرار میدم که حس این به مخاطب دست بده که اینا دارن اون آیین‌های باستانیشون رو انجام میدن و در حال انجام آیین‌هاشون هستن و خیلی دوست دارم اینو توی کار بیشتر حالا روش مطالعه میکنم تا وضوح بیشتری رو توی آثار بعدی به وجود بیارم. من چند سال پیش به خاطرم هستش که یک ویدیویی وایرال شده بود که حکایت از تعداد مجسمه ها از دورانهای خیلی گذشته میداد. آیا این کار شما با اون ویدیو چیزی هست؟ یعنی شما این رو از روی اون ویدیوی اصلی که گفته میشه مال هزاران سال پیش هست کپی کردید؟ این جریانش چی هست؟ چون الان که شما گفتید من به خاطر آوردم که یه همچین چیزی رو من چند سال پیش شنیدم که صحبت این بود که در زیر آبهای جزیره قشم فکر میکنم چنین مجموعه ای از مجسمه ها از دوران باستان پیدا شده. بله من خب من وقتی که فیلم برداری کردم از زیر آب و اون فیلم برداری خب من اون موقع امکاناتم کم بود و فیلم برداری وضوح رو نتونستم به خوبی ایجاد کنم ولی فیلم رو تونستم بگیرم و اون فیلم گرفتن مثل این بود که انگار عده‌ای رفتن زیر آب و یه چیزی رو کشف کردن و این اتفاق خوبی هم بود اتفاقا، یعنی حس خوبی رو توی ویدیو به وجود آورد چون دریا یکم تار بود اون روزی که من رفتم فیلم برداری کنم اینا رو قرار دارم زیر آب، یکم دریا که طوفانی بود آب یکم کدر شده بود به خاطر امواج ماسه ها و این فیلم رو خب من پخش کردم توی خبرگزاری های آنلاین و مصاحبه‌ای هم داشتم با از همین موضوع با بی بی سی و اینا و چند روز بعد من همین ویدیو رو توی کانال تلگرام دیدم که ویدیویی که من گرفته بودم توی کانال تلگرام دیدم که نوشتن آثار باستانی، کشف آثار باستانی در جزیره قشم پیدا شد و آره این ویدیو داستانش این بود دیگه، گفته بودن آقا پیدا شده اثرها منوز بردن، کی برده، کجا بردن، چی شده این آثار الان کجا هست و اینا. آره داستانش این بود تقریبا. خیلی جالب عجیبه که من میگم من یه چیزی رو به خاطر داشتم که همچنین اتفاقی رو چند سال پیش دیده بودم، ویدیوش رو هم حتی دیدم و برای من هم خیلی شگفت انگیز بود. و الان هنوز این مجسمه ها زیر آبه و شما رفتید زیر بزنید چجوری ببینید؟ خب اینجا من نمیدونم الان کجا هستن چون من یه بار رفتم ببینشون نبودن، حالا یا زیر ماسه رفتن یا موج دریا اینا رو برده جایی یا کسی اومده اینا رو برده، فکر کردم اثر باستانی حتما بردن، شاید هم خوبم فروخته باشن. بله درست عجب. ولی آره من حالا اگر بتونم با ارگان‌های دولتی بتونم، یعنی اگر آنها استقبال کنن یه جایی رو اختصاص بدن حتی که اینا رو من بتونم زیر دریا به صورت خیلی مستحکم و حرفه‌ای چیدمان کنم که حتی میتونه جذب توریست هم باشه. همینطوره. بله خیلی ایده بسیار جالبی هست ولی فکر میکنم بار دیگر اگر که این حرکت بزرگ رو انجام بدید باید قد مجسمه ها رو بلندتر بگیرید که اگه احیانا بله ماسه ها روی اون رو نپوشنه و مدفون نکنه و این هر زمانی بشه قابل دیدن باشه، چون از یه حد خاصی بالاتر باشه ارتفاع مجسمه ها
هیچ وقت تقریبا هیچ وقت ماسه ها روی اون رو نمی پوشنه و همچنان به صورت یک اثر جاویدان باقی میمونه و من منتظر خبر از طرف شما هستم که بفرمایید داره این کار انجام میشه، چون واقعا توریستای زیادی رو جلب خواهد کرد. نه تنها این باعث رونق صنعت قواسی هم در اونجا خواهد شد، دقیقاً صنعت گردشگری. این هم از همون مجسمه است. بله بله، این هم از همون مجموعه است. این دوتا از سنگ جزیره قبرس هستن و من دوست داشتم اون حس، انتون که میدونید قبرس تقریبا یه جزیره نزدیک به یونانه و حس حال مجسمه های اونا خیلی با مجسمه هایی رو که ما میسازیم فرق داره و منطقه و حتی آدمایی که اونجا هستن کاملا متفاوته و من دوست داشتم تقریبا یه حس شاهانه ای رو توی اون مجسمه هایی که از سنگ جزیره قبرس میسازم، ما این دوتا مجسمه رو در کنار مجسمه هایی که من از سنگ جزیره پیش ساختن کاملا حسای متفاوتی رو میتونیم از اینا دریافت کنیم و دوست داشتم اون حس خیلی باستانی شاهانه رو توی این آثار به وجود بیارن. اگر دقت بکنید مجسمه که شماره تقریبا که خانم و یه حالت ملکه هاست، تاج رو سرشه و اینم از همون ساختار خود سنگه که من سعی میکنم ساختار خود سنگ رو نگه دارم و همین ساختار و همون سوراخ‌هایی رو که ما توی سنگ میبینیم، حفره‌هایی که هست، از همینا استفاده کنم و توی اثر بتونم از اینا استفاده کنم و مفهوم رو بتونم بگیرم و هم انتقال بدم به مخاطب. گفتید یه تفاوتی هست بین مجسمه هایی که در ایران ساخته میشه و مجسمه هایی که در قبرس ساختید. این تفاوت رو یکی دوتش رو میتونید بر ما بفرمایید که ما هم یه دید هنرمندانه تری نسبت به این مجسمه ها پیدا کنیم. همونطور که گفتم من بیشتر روی رفتار مردم مناطق بومی کار میکنم تا روی نقوششون و یا روی صنایع دستی که دارن، روی فرمایی که روی صنایع دستی ایجاد میکنن و این تفاوت هم باز تا همون رفتار آدمای اون منطقه هست تا منطقه خود قش. ما مثلا اگر توی منطقه قش من مجسمه رو کار میکنم، مثلا مردم رفتار مثلا فرهنگای متفاوتی رو ما اینجا میبینیم، فرهنگایی که از هند اومده، از آفریقا اومده، از پاکستان اومده، ما اینجور فرهنگایی رو توی این منطقه میبینیم و اینا خب رفتارهاشون هم مسلما فرق داره با مردمی که توی قبرس یا یونان هستن. اونا مثلا تحت تاثیر فرهنگ روم هست یا مثلا باز مصر هست، مثلا خب اونا بیشتر توی اون وادی هست و این رفتارها تفاوت ایجاد میکنه توی ساختار، حالا توی اون فرهنگ، و من میام با اون فرمها سعی میکنم این رفتارها رو نشون بدم، اون حس و اون اندیشهی که حالا توی کار هست و سعی میکنم با این فرم ها نشون بدم که الان مثلا این تفاوت رو ما میتونیم توی حس مجسمه ببینیم. بله. و به نظر میرسه که این کار مجسمه های شما تموم شده و وقت ما منگار تموم شدش و به موقع تموم شد. به هر حال من فکر کردم که در آخرین لحظه شما اگر مطلب خاصی رو دوست دارید بفرمایید بفرمایید و ضمناً یه پیام هم با لهجه و گویش کرمانی برای دوستانی که دلشون میخواد راه مجسمه سازی رو شروع کنن یا راه نقاشی رو شروع کنن
شما این پیام رو برای اون گروه هم بذارید و بدید. خب حرف خاصی که نیست، اولا میشه گفت به نظر من همه میدونن باید چه کار بکنن، فقط این که حالا کی بخوان اون کارا رو انجام بدن دیگه بستگی به خودشون داره. با گویش کرمانی من صحبتی داشته باشم با هنرمندا یا اونایی که میخوان مجسمه رو هنر رو شروع کنم، چی بگم؟ بذارین یکم فکر کنم ببینم چی میتونم بگم. چالشی شد بباله. آره باشی حتما شما و خوش میفرمایید. آره. که هنرمندا خودشون در ابتدای کارشون نقشه راه رو میدونن که باید از چه مسیری برای رسیدن به هدفشون استفاده کنن و من البته اینطور مثل شما فکر نمی کنم، همین نمیدونن. بعضی وقتا میبینید مسیر به اونها تحمیل میشه، گاهی اون افراد هستن که با برنامه‌ریزی دقیق خودشون رو به مسیر تحمیل میکنن. در واقع این دوتا مقوله جدا میشه. خب ما منتظر پیام شما به افرادی هستیم که تازه میخوان راه مجسم سازی رو در پیش بگیرن. بله خب من پیامی رو میدم اصلا نترسید، برین جلو، این یه شیری، برین تو دل هنر، هر کار میخواییم بکنیم بکنیم، اصلا هیچی هم نترسید، خدا پشت پناهتون، آه بارکلا، برین جلو، اصلا هیچی هم نترسید، بارکلا، هنر مطالعه کنید، کار کنید، تلاش کنید، همیشه خوب باشید، دماغتون چاق باشه، سرکیف باشین، قربونتون، دردا بلاتون، انشالله نمیدونم دیگه چی بگم. نه خوب گفتید. بله فقط معمولا آره هم پیشنهاد معمولا آره چون ترسه که دست و پای هنرمند رو لرزان میکنی و نمیتونی کارش رو پیش ببری. این بهترین توی هنر خیلی مهمه. توی هنر به نظر من دو چیز خیلی مهمه، یکی نترس بودن و یکی مطالعه زیاد. بله. حالا مطالعه میتونه روی هنرمند باشه، میتونه روی آثار هنرمندا باشه، میتونه توی تکاملی که ما از هنر، سیر تکاملی که بوده و هست، چون هیچ وقت تموم شدنی نیست هنر، یعنی نه ما میتونیم بگیم آغازی داشته نه پایانی، و این یه سیر تکامله که مدام ادامه داره و اصلا کسی نمیدونه هنر به کجا ختم میشه. ما اگر دقت کرده باشیم هنر هزاران سال پیش با هنر الان خیلی متفاوته و ممکنه هزار سال دیگه این هنر که ما الان در موردش صحبت میکنیم نباشه و چیزی نو باشه که حتی ما نمیتونیم تصورش رو بکنیم. و من فکر میکنم هنر، شما فرمودید که معلوم نیست به کجا ختم بشه، من حالا به نظر من هنر به هیچ جا ختم نمیشه و اختتام پایان، نقطه پایان نداره. بله نداره، دقیقاً نداره و بلا انتها هست و تا هنرمند هست هنر هم هست و آفرینش هنر هم هست. جناب سعید صمیمانه تشکر میکنم ازتون که این بار با من بودید و برنامه خوبی رو از کارهای زیبای شما داشتیم. امیدوارم که مجموعه بعدی و کارهای بعدی شما رو هم ما بتونیم به شکلی پوشش بدیم. خب خیلی از دوستان برنامه شما رو دیدن، اگر بخوان با کارهای شما از نزدیک آشنا بشن چطور شما رو پیدا کنن؟ خب من در صفحه اینستاگرامم فعالم، چون من به این اعتقاد دارم که دنیای مجازی خیلی الان تأثیر گذاره و میتونه حتی هنرمند توی دنیای مجازی کارهایی رو خلق کنه، ایده هایی رو بگیره، خیلی ناب و خیلی عالی. من توی اینستاگرام هم خیلی فعالم، میتونن از اونجا حالا با من در ارتباط باشن. و آیدی اینستاتون رو لطف کنید بدید، پس آدرس اینستا من... آره
من اسم هنریمو گذاشتم تبا، که از یه ساز خیلی قدیمی کوبه بومی کرمانه که الان متاسفانه نیست. و اسمم آیدیم هست تبا سعید، TABAA_سعید. از طریق اینستاگرام، حالا اونجا ایمیلم هست و یا دایرکت میتونن در ارتباط باشن، و اگرم دوست داشته باشن آثار رو از نزدیک ببینن میتونن هماهنگ کنن و به کارگاه و محل کار من بیان. بله، با امید اینکه من هم یه روزی بتونم این سعادت نصیبم بشه که بیام به کارگاه شما و این هنرمند رو و کارهای باعث افتخاره. خواهش میکنم از نزدیک ببینم. من لازم میدونم که از همه دوستان در اینجا خداحافظی کنم و شما رو به خدای هنر بسپارم. تا برنامه خدا نگهدار. خدا نگهدار و خدا نگهدار و شاد و اخروی باشید و زندگی شیرین بکن.